خوش آمدین بیننده آماج به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. من جاوید جرأت. بحث ما روی ایجاد آدرس جدید برای طالبان در قطر است که برخی از رسانه‌ها نشر کردن. همچنان دولت افغانستان گفته مخالف نیست با ایجاد این دفتر در صورتی که در داخل افغانستان باشه و یا اینکه رهبریش به دست افغان‌ها باشه. حالا آقای بیژنپور، این رهبری چقدر اهمیت داره؟ رهبری تا هنوز رهبری سال در دست افغانستان بوده و جامعه جهانی شورای عالی صلح هم حمایت کردن. فکر میکنین دیگه شورای عالی صلح در کار نیست و باید جهان خودش مستقیم با طالبان طرف شود؟ مثلا من این آغاز مذاکرات دیپلماتیک از نام مخالفان مسلح افغانستان، اگر چنانچه این نمایندگی در سطح یک نمایندگی دیپلماتیک باشه، طبیعتا مذاکرات پیشبرد مذاکرات از نام یک دولت سایه است، یعنی شبه دولت افغانستان، و این به لحاظ سیاسی بسیار اهمیت داره. مهندسی برنامه معذرت میخوام، مهندسی برنامه از سوی هر کسی که شده، چی پاکستان و چی دولت های غربی، نظرت میخوایم ببخشین، در واقع بسیار سنجش دقیق شده، به خاطر اینکه تنها یک دفتری پیشبرد مذاکرات مطرح نیست. تعیین دوحه و گزینش دوحه معناش این است که طالبان در هیئت یک شبه دولت باید مذاکرات خودشان با غرب ادامه بدن. فراموش نکنیم که پیش از این انگلستان تأکید کرده بود چندین بار، تقریبا 6-7 ماه پیشتر از این، از دپارتمنت بخش روابط خارجی پارلمان انگلیس گفته شد که با توصیه کرده بودند برای آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها باید مستقیما با طالبان مذاکره کنند و طالبان به مثابه یک نیرو در افغانستان شناخته شود. این مسئله در واقع بعد از 6 ماه تبعات خودش نشان داد و آغاز مذاکرات همان گونه که دولت افغانستان اعتراف میکنه که هیچ اطلاعی نداره، با اینا مشوره نشده، شورای عالی صلح افغانستان اطلاع نداره، دولت پاکستان هم خودش بی نشان نشان میده، در واقع بی رابطه به این مسئله نشان میده، در حقیقت تبعات همون توصیه امروز خودش در واقع معلوم کرد. بنابراین جریان مذاکرات کنونی از نام غربی ها، یعنی دولت آمریکا و حتی ممکنه سازمان ملل وارد مذاکرات بشه، معناش این است که دولت افغانستان مستقیما مذاکرات خودش پیش ببره. حالا دولت میتونه مستقیما خود مذاکره بکنه، میتونه شورای عالی صلح افغانستان مذاکره کنه از نام دولت، ولی تا هنوز شورای عالی صلح در جریان نیست و دولت افغانستان هم میگه که سهم نداره، فقط سفیر خود فراخوانده به خاطر از اینکه معلومات دریافت بکنه. مسلما یک مسئله قابل تردید است، به خاطر اینکه ممکن است دولت افغانستان به عنوان مشورت در جریان بوده باشه که ما تلاش میکنیم یک آدرسی برای طالبان تعیین کنیم تا مذاکرات صلح افغانستان شکل بگیره. خب دولت طبیعتاً به این مسئله خوشبین است و خوشبین بود، اما نه به این گونه که در دوحه نمایندگی سیاسی برای طالبان افتتاح بشه. حالا اگر نمایندگی گفتیم سیاسی باشه، در اون صورت تمام پیشبینی های ما و تحلیل های ما معناش غیر از این است. در حالی که اگر نمایندگی طالبان برای مذاکره اونجا تعیین بشه، خب یک نمایندگی عرفی است و جنبه دیپلماتیک نداره و اهمیت سیاسی پیدا نمیکنه. سپاس آقای تنه. این ایجاد نمایندگی چقدر برای حکومت افغانستان و طالبان و جامعه جهانی مفید است و به کدام طرف بیشتر مفیدیت داره؟ قبل از همه باید گفت که شما پیشتر سوال کردین که شورای صلح افغانستان در جریان نیست. شما اگر از لحاظ سیاسی و نظامی به 10 سال موجودیت شورای ائتلاف توجه بکنین، یک بار دیگر دقیق افغانستان پالیسی های مستقل نداشتن و تمامی کارهایی که کردن همیشان کشورهای ائتلاف ناتو در راس امریکا کردن. بنان امیال ما فکر میکنیم که چون افغانستان متکی به خود نیست، پس اینا چی نداره. فکر میکنیم این موضوع مانند سایر موضوعات دیگه زیاد داد در شرایط فعلی افغانستان قابل ارزش نیست. و دومی است که شما گفتین که چی سوال کردین چقدر این مسئله مهم است، و شما میفهمین که در 35 سال اخیر تاریخ افغانستان، چی در گذشته در موجودیت اتحاد شوروی بود و بعد از او، و چی فعلا در امی موجودیت کشورهای ائتلاف در 10 سالی که گذشت، با افسوس که در افغانستان صلح و امنیت و نظم ثبات با وجود نامد. و به این معنی است که تجربه ما و شما هم نشان داد که به تنهایی هیچ کس هیچ نیروی نمیتونه مشکل افغانستان را حل و فصل بکنه. بنان این مسئله قابل ارزش است برای همه کشورها به شمول افغانستان، همچنان کشورهای همسایه و کشورهای ائتلاف.
به شمول ناتو. به خاطر از اینکه جنگ رای حل نیست، پس با مذاکرات باید. شما مشخصا طرفدار ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستین یا خیر؟ خب ارتباط داره با چیز با دولت افغانستان و کشورهای ائتلاف، اونا بین خود باید تشریک مساعی و تفاهم داشته نظر باشه. شخصی شما هنگی داشته باشه. نظر شخصیتان چیست؟ ما به این نظر هستم که جنگ رای حل نیست، باید با مذاکرات دوام داده شود و در افغانستان آشتی ملی به وجود بیاید تا مشکل فعلی با کدام شیوه طرفدار ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستین یا خیر؟ ما میگم که هدف صلح است. نمایندگی در هر جای، چی در داخل افغانستان باشه برای ما بتفاوت است و چی در قطر باشه، در متبقی کشورهای باشه، به شرطی که برای طرفین قابل قبول باشه. یعنی هر دو طرف درگیر مهمی است که را بپذیرن. به خاطر از اینکه شما میفهمین که شرطهای خشک و خالی دولت افغانستان با شمول نیروی مخالف طالبان برای طرفین قابل قبول نیست، بنان باید گپ زده شوه و یک شوه و طریقه درست پیدا شوه تا که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنن و مشکل افغانستان از بین برده شود. سپاس. بیننده عزیز، قابل یادآوری میدانم که با تلاش فراوان نتونستیم از وزارت خارجه افغانستان کس را در این بحث با خود داشته باشیم، همچنان دفتر رسانه‌های حکومت هم در بحث ما حاضر نشدن و تلاش فراوان کردیم که از اعضای پیشین حاکمیت طالبان در این میز داشته باشیم که متاسفانه اونا هم مصروف بودن و در بحث ما حاضر نشدن. آقای بیژنپور، طالبان به دنبال چه هستند با ایجاد دفتر سیاسی؟ همون گونه که جناب آقای تنه اشاره فرمودن، در واقع جریان تثبیت هویت سیاسی طالبان یکی از تلاش هایی بود که در گذشته پاکستان پیگیری این مسئله بود در به لحاظ فعالیت های دیپلماتیک در حوزه سیاست در کل وضعیت سیاسی دنیا، که دولت مجاهدین و طالبان این تلاش انجام یافت. اما در حال حاضر چون ایده‌های افغانستان مبنی بر این که طالبان نشان آدرسی ندارن و ما در حقیقت در حالت قرار داریم که یا باید با پاکستان مذاکره کنیم و یا غیر از او، یعنی یا مذاکره کنیم و با پاکستان مذاکره کنیم و یا الا با طالبان، ما نشان و آدرسی از رهبری و مرجعیت اونا نداریم. این مسئله در حقیقت یک گپ اخلاقی بود، اما یک گپ سیاسی خطرناک است. معناش این است که افغانستان یک چنین بیانی رو نباید میگفت. میگفت ما در هر جای دنیا با مخالفان به خاطر رسیدنی به صلح مذاکره میکنیم، آماده هستیم. که این شعار پس از آماج قرار گرفتن رهبر شورای عالی صلح بود. خب مسلما رهبر شورای عالی صلح افغانستان قربانی جریان شد، بی‌اعتنایی به جریان مذاکرات. خب یک مقدار پیشرفت بسیار زیاد وارونه و سرچپه نهادهای معطوف به صلح افغانستان نیز موجب این مسئله شد، به خاطر اینکه طالبان هیچ گونه آمادگی تا هنوز نشان ندادند. یعنی تا هنوز از آدرس طالبان به عنوان طرف مذاکره شونده هیچ گونه آدرس سیاسی ما نداریم، هیچ گونه حرف و پیشنهادی نگرفتیم. و این معناش این است که اول باید دولت به این قناعت میرسید که طالبان یا توسط کشورهای منطقه یا توسط ائتلاف بین المللی. اما شما این فکر در مورد تنها دولت افغانستان نه، بلکه در رابطه با جامعه جهانی هم دارین که طالبان هیچ موقف واضحی در برابر جامعه جهانی هم برای گفتگوهای صلح ندارن؟ مسلما در برابر جامعه جهانی هم عین موضوع گیری داشتن. ولی طالبان مشخصا گفتن که ما با دولت افغانستان گفتگو نمیکنیم، بلکه با آمریکا گفتگو ما مستقیم. خب این تازه گفتم پیشنهادی است که انگلیس ها برای طالبان داشتن. انگلیس ها برای آمریکا توصیه کردن، عرض کردن پیشتر که شما باید مستقیما با طالبان مذاکره بکنید. مذاکره مستقیم با طالبان به مفهومی در حاشیه قرار دادن دولت افغانستان و تشکیل دولت سایه است و در عین حال رسمیت بخشیدن برای طالبان به مسابقه یک شبه قدرت است. بنابراین این جریان صلح افغانستان را دشوار میکنه، به خاطر که افغانستان ذهنش این است که طالبان به مسابقه یک جریان مسلح باید بیان و در حاکمیت مشارکت بکنند پس از اجرای برنامه های صلح افغانستان. و اگر مستقیما به مسابقه یک نیروی سیاسی در بینوان یک قدرت میخوان محاسبه شوند، این جریان مذاکره را حالا از طرف دیگر اگر دولت افغانستان پاسخش منفی باشه و جامعه
جهانی و طالبان نهایت روند به کجا می انجامه؟ دولت افغانستان پاسخ منفی نداره برای سال، اما افغانستان نگرانش این است که تحت اشراف و نظر افغانستان صورت بگیره این مسئله. خب طبیعی هم هست، دولت افغانستان مذاکره کننده هست، یعنی قرار است که جریان صلح افغانستان توسط دولت افغانستان نظارت شود و کشورهای دیگر حمایت کننده و همراهی هم به اصطلاح پشتوانه این مسئله باید باشند، در حالی که برعکس شده. دولت افغانستان اطلاع نداره، هم جامعه جهانی کار خودش آغاز کرده، هم پاکستان به ترتیب شرایط خودش پیچیده و مغلق کرده. بنابراین اوضاع منطقه یک مقدار آشفتگی بیشتری را نشان میده و طبیعی است که نه تنها صلح در این روزها به نتیجه نمیرسه و مذاکرات ما به نتیجه به اصطلاح معطوف به یک سری صلح و ثبات در افغانستان نخواهد رسید، بلکه یک پیچیدگی و بحران جدید در منطقه به وجود خواهد آورد. که از این بحران کی بیشتر منفعت میبره؟ پاکستان. و از جانب دیگه؟ از هر سری بحران منطقه مدیریتش به اختیار پاکستان هست، هم برای شوبیدن طالبان علیه افغانستان، هم تجهیز و در واقع تعریف طالبان در سطح بین المللی به مثابه یک قدرت شبیه حکومت در افغانستان و یا در عین حال بدیل قدرت در افغانستان، حمایتش از سوی پاکستان بوده و پاکستان خودش به آشکارا گفت که پس ما در جریان مصالحه شرکت نمی‌کنیم. پس منظر این گفتگوها نتایج خوبی را در پی نداره، نه به حکومت افغانستان و نه به طالبان و نه به جامعه جهانی. این خو هنوز هم مذاکرات صلح نیست. حالا بحث بر سر این است که طالبان به مصابه کی میخواهند مذاکره بکنند، هنوز تثبیت نیست. اونا دفتر میگیرن، جنبش هستن، جریان هستن، چیزن بگذاریم. آقای تنهایی، طالبان به عنوان کی مذاکره میکنند؟ طرف درگیر یا گروه سیاسی که دفتر سیاسی داشته باشند؟ ماهیت این دفتر بسیار اهمیت داره از نظر شما؟ بله، از هر لحاظ داره. گرچه هنوز معلوم نیست که این دفتر نمایندگی سیاسی گفته میشه یا یک دفتر برای مذاکرات هست، برای تماس هست، اما از هر لحاظ به نظر ما به هر نامی که باشه، به هر شیوه و طریقی که باشه، این به نفع طالبان است، این امتیازی از اونا را نشان میده. دوم است که شما سوال کردین که طالبان یا نیروی مخالف دولت افغانستان با دولت افغانستان حاضر نیست که مذاکرات کنه، بلکه اونا به خارجی ها، اگرچه به خارجی ها هم هنوز علنی نگفتند.